درود میگم به همه فارسی زبانان در سراسر گیتی که بیننده هفتگی برنامه های جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به بانو آرتمیس عزیز. آرتمیس جان خوش آمد. درود بر شما بانو افسانه گرامی و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی. خواهش میکنم. بانو آرتمیس، میدونیم که گلوبالیزم یا همون جهانی شدن بر همه ابعاد در جهان تأثیر داره، مثل سیاست، اقتصاد و حالا همه مسائلی که بشر درگیرش هست. میخواستم که نظر شما رو در مورد تأثیرات گلوبالیسم بر خانواده ها و جوامع در جهان بدونیم. درسته، همونطوری که اشاره کردین بانو افسانه، گلوبالیسم یک پدیده است که یا همون جهانی شدن یک پدیده است که داره روی همه چیز در جهان اثر میذاره، روی بخش های گوناگون، روی همه قسمت های جهان یا همه کشورهای جهان و روی همه سیستم هایی که در جهان داره کار میکنه و این کاملا با برنامه ریزی در واقع ساخته شده این سیستم ها. خب ما میدونیم به طور کلی خانواده هسته‌ای خانواده‌ای هست که خب توش میدونیم پدر، مادر و فرزندان با هم زندگی میکنن و میدونیم که به طور تاریخی در همه خانواده‌ها خب یک هسته مرکزی وجود داشت که مثلا حداقل میتونیم بگیم در چند هزار سال گذشته که مرد مثلا میشده به اصطلاح نفر ریاست خانواده یا به اصطلاح مدیریت خانواده به طور کلی و در واقع درآوردن خرج و هزینه های زندگی به طور کلی روی دوش مرد قرار می گرفت و خب به همون نسبت هم که مرد مدیریت و اداره خانواده رو به عهده داشت، در واقع خانواده‌ام در مواقعی که بحران وجود داشت یا هر اتفاق دیگه‌ای که می‌افتاد از مخمصه‌های گوناگون باید می‌رهوند و نجات می‌داد و یک جور میشه گفت تکیه‌گاه اصلی در خانواده مرد بود. امروزه با تغییرات بسیار گسترده‌ای که داره در جهان ایجاد میشه میتونیم بگیم که در واقع نقش اعضای خانواده رو تغییر دادن، حتی میتونیم بگیم که نقش پدر و مادر رو در خانواده خیلی ضعیف کردن. از چه روی؟ از این روی که جهان مبنا شده مبنای اقتصادی و این اقتصاد رو هر کسی میتونه، حتی امروزه از سنین کم خیلی از افراد رو میبینید از سنین کودکی حتی یا نوجوانی دارن در شبکه‌های اجتماعی به عنوان وبلاگر، به عنوان اینفلوئنسر، به عنوان کسانی که خودشون یک محل درآمدی از توی خونه های خودشون پای کامپیوترهای خودشون در میارن، یک نوع استقلال مالی میشه گفت در واقع در جهان امروز همه پیدا کردن که این استقلال مالی میتونه تأثیر بذاره روی قدرت افرادی که خانواده رو از نظر مالی میگردوندن و بنابراین میبینید که امروزه مثل گذشته ها دیگه پدر تنها نون بیاره به اصطلاح خونه نیست و میتونیم بگیم که اهمیتش هم به همون اندازه از دست داده، برای اینکه بقیه هم میتونن اون کاری که پدر میکرده رو به کم و بیش انجام بدن. از سوی دیگه ما میدونیم که روابط خانوادگی در جهانی که به سرعت داره گلوبالایز میشه یا به اصطلاح جهانی شدن و هی توش گسترش میدن، هویت افراد و روابط افراد خانواده با همدیگه داره تغییر میکنه و روابط خانوادگی در واقع با شبکه‌های ارتباطی فردی جایگزین شده. در واقع افراد و فرزندان در خانواده روابط فردی و غیر خانوادگی هم این روزها دارن و در نتیجه ساختار، نقش‌ها، مرزها در شرایط گوناگون در زندگی خانوادگی مقدار عوض شده. از سوی دیگه اون تأکیدی که مرتب بر
فردگرایی به جای گذشت و در واقع گروهگرایی. چون شما موقعی که در یک خانواده یا در یک فامیل یا در یک محله مثلا زندگی می کردید در گذشته یا همین امروز هم اگه بکنید، خب باید یک سری اهم و فل اهم هایی وجود داشته باشه در زندگیتون. یک کسانی برای شما مهمترن، یک کسانی کم اهمیتترن، یه افرادی نقششون مهمتره در زندگی شما، یه عده نقششون کمرنگتره در زندگی شما. اما امروز به خاطر این از هم پاشیدن مرزها و روابط و اینکه شما ممکنه مثلا در یک شبکه اجتماعی با یک فردی از آن سر دنیا هیچی راجبش نمیدونید، هیچ آگاهی و شناختی نه از خودش، نه از فرهنگش، نه از زبانش، نه از عادتاش، از هیچیش ندارین و بی خود و بی جهت شما در معرض قرار میگیرید که با افرادی آشنا بشید که حتی از اون سوی کره زمین هستند و هیچ نوع مشابهتی هم با شما ندارن، ولی به مرور میان و مثل خوره ذهن و مغز شما رو میخورن و به مرور میتونن جایگزین بکنن خودشونو، در حالی که اصلا از شما، محیطتون، فرهنگتون، زبانتون، همه چیتون ممکنه بیگانه باشن، بی خود و بی جهت شما در یک نوع برداشته شدن مرزهای قرار میگیرید و مواجه شدن با افرادی که بسیاری اوقات موجب مصیبت و بلا و بدبختی هم شدن برای افراد. حالا صرف نظر از این که افرادی که مواجه میشن با افراد کاملا غریبه میتونن اون افراد خطرناک باشن، میتونن قاچاقچی باشن، میتونن آدم دزد باشن، بچه دزد باشن، توی کار اعضای بدن باشن یا خیلی از دزدی باشن، مواد باشن یا خیلی کار خلاف دیگه، میتونه روابط خانوادگی شما رو هم دچار تشنج بکنه. مثلا بچه ای که تا پریروز حرف گوش کن بوده تو خانواده، میرفته میومده، حالا امروز این دختر با یه آدم از اون سوی دنیا آشنا میشه، میتونه مغزشویی بشه و میتونه اصلا بحران هویت، بحران رابطه با خانواده خودش حتی از این طریق پیدا کنه. به هر حال اینها همه هست. از سوی دیگه این پدیده جهانی شدن یه جورهای جایگاه و نقش جامعه رو داره در واقع زیر سوال میبره، یعنی شکلگیری دیدگاه های دیگه‌ای دارن موجب میشن علیه ازدواج، علیه نقش مثلا زن، علیه نقش مرد، علیه رابطه بین نسل‌ها و نقش فرزندان. منظور من چیه؟ یعنی اینکه خیلی از این مفاهیم جدیدی که گلوبالیسم داره ترویج میکنه، تمام این مراحل زندگی عادی بشر رو دارن براش تعریف‌های جدید درست میکنن و از انسان‌ها دارن میخوان که نه حالا چه لزومی داره همه ازدواج کنن، نه چه لزومی داره همه بچه داشته باشن، نه چه لزومی داره که زن بیرون، مرد بیرون کار کنه، زن مثلا خونه باشه، میتونه برعکس باشه، زن بیرون کار کنه و خرج مرد رو بده و مرد بشینه تو خونه بچه داری کنه مثلا، یا اینکه چه لزومی داره که بچه رعایت احترام پدر و مادر و بزرگتراش رو بکنه، کی گفته نخیر پدر و مادر بیان برن احترام به بچه بذارن، یا اینکه کی گفته که باید از پدر بزرگ و مادر بزرگ و نسل پیشین آموزش فرهنگی دید، آموزش به اصطلاح زندگی دید، آموزش تجربه های زندگی دید و به اصطلاح بد و خوب ها رو آموخت ازشون، یا ارزش ها و ضد ارزش ها رو ازشون آموخت. تمام اینها رو در واقع یک جورهای گلوبالیسم داره زیر سوال میبره و تغییر ایجاد میکنه و به ویژه اون فردگرایی که روش بیش از حد داره تاکید میشه موجب شده که خودخواهی های فردی مردم بیشتر بشه. در گذشته شما هنگامی که یک کتابی مثلا در یک خونه بود، مثلا زمانی که من بچه بودم، خب همه ما میتونستیم بیایم بریم اون کتابو برداریم و تو کتابخونه بخونیم، بذاریم سر جاش، یا اگر مثلا بچه ها از تو بازی داشتن، خب همه سعی میکردن توی خونه با هم دیگه بازی کنن. یا ولی تأکیدی که امروزه، یا حتی اتومبیل، مثلا یه اتومبیل توی خانواده بود، به عنوان مثال دارم میگم، بسیار خانواده ها ممکن بود یه دونه ماشین داشته باشن ولی همه اعضای خانواده از اون یه دونه ماشین استفاده میکردن، پدر باش میرفت سر کار میومد، مادر با اون ماشین میرفت خرید میومد، بچه‌ها مثلا میرفتن میومدن، هر کس نیازی داشت از ماشین میتونست استفاده کنه. ولی این فردگرایی که گلوبالیسم داره ایجاد میکنه و
ترویج و تشویق میکنه در ذهن مردم و شخصیت مردم، موجب شده که مردم انقدر خودخواه بشن که در یک خانواده ممکنه پدر ماشینشو به مادر نده، مادر ماشینشو به اون نده، اسباب بازیشو این بچه به اون بچه نده، بگه این مال منه تو حق نداری دست بزنی و این محدوده منه تو حق نداری از این محدودهی که مال منه تو استفاده کنی، اینجا اتاق منه تو حق نداری پاتو بذاری توش، اینجا مثلا نمیدونم میز منه کسی حق نداره. و این به جای رسته که یواش یواش مردم در مورد تلفن و خیلی از مسائل دیگه هم همینو میگن و این یک تصور غلط در ذهن بسیاری ایجاد کرده که تلفن من چون یک وسیله شخصیه بنابراین من هر کاری میتونم باهاش بکنم و تو هم هیچ حقی نداری، که مثلا به عنوان مثال یک مادر مثلا حق نداره کنترل کنه تلفن بچه‌شو که مثلا ببینه که این بچه بالاخره بچه‌ای که مثلا زیر 18 سال، حتی بچه‌ای که بالاتر هم هست در فرهنگ ما ایرانی، خب ما مراقب بچه هامون هستیم، ما فکر نمی کنیم یه بچه‌ای که دیگه 18 سالش شد حالا دیگه بندازیمش تو کوچه هر کاری میخواد بره بکنه، هر بلای سر زندگیشو خودش میخواد بیاره. مادر پدرهای ایرانی دوست دارن بدونن بچه‌هاشون کجا میرن، کجا میان، چه کار میکنن، با چه کسانی معاشرت میکنن، وقتشون رو دارن چگونه میگذرونن، با چه کسانی آشنا شدن و چه اتفاق داره بر بچه‌شون میفته. ولی این ترویج و تشویقی که کردن به فردگرایی و ایگویستیک بودن و خودخواه بودن و به ویژه تبلیغ واژه پرایوسی یا به اصطلاح خصوصی بودن زندگی من برای خودم، همه چی مال خودم و اینا، موجب شده که خیلی مشکلات بزرگی ایجاد بشه. به عنوان مثال اگر یک زن و یک شوهر در یک زندگی یک دو نفر همسر دارن زندگی با، هیچ معنی نداره که من مثلا همه پسوردام و یواشکی دارم نگه میدارم، من که کار بدی نمی کنم، حالا مثلا پسورد موبایل من و مثلا همسرم داشته باشه چه اشکالی داره؟ من چه کار یواشکی دارم تو موبایل میکنم که همسر من نباید بدونه؟ چه زن چه شوهر فرق نمی کنه. ولی این تبلیغی که کردم و مرتب من میبینم متاسفانه مردم به ویژه در ایرانی هم دارم میبینم، نه این تلفن خصوصی من، مثلا به زنشون یا به شوهرشون تو چرا رفتی سرش، چرا دست دادی مثلا به تلفن من، تلفن خصوصی منه. در حالی که شما هنگامی که مثلا دارید در یک خانواده زندگی میکنید، شما با یک فرد دیگه تمام زندگیتون رو دارید قسمت میکنید، اعصابتون، روانتون، جسمتون، مالتون، زندگیتون، همه چیزون وسط گذاشته شده و دارین دو نفری در یک زندگی پایا پای هم پیش میرین، چه معنی میده که مثلا من یک چیزی به نام پرایویسی و کار یواشکی داشته باشم، حالا در موبایلم، در ایمیلم، در شبکه اجتماعیم یا در مثلا حساب بانکیم، در این در اون. و اینها همه موجب شده که بحرانهای هویتی در ملت‌ها ایجاد بشه، بحران‌های خانوادگی در ملت‌ها ایجاد بشه، بحران‌های روابط اجتماعی و روابط فیما بین در افراد ایجاد بشه و همه اینها به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم هم روابط نزدیک خانواده‌ها رو تهدید می‌کنه، هم روابط نزدیک دوستان یا همسایگان یا به اصطلاح خانواده‌ها رو، یعنی افراد مثلا فامیل و کس و کار انسان رو در واقع. از سوی دیگه این گلوبالیزیشن موجب شده که منابع حمایتی حذف بشه که به طور سنتی و به طور تاریخی در همه جهان وجود داشت. به عنوان مثال هنگامی که یک دعوایی بین یک خانواده، افرادی یک خانواده، حالا خواهر و برادر دعواشون میشد، پدر و فرزند دعواشون میشد، زن و شوهر دعواشون میشد، بالاخره چهار نفر ریش سفید، دایی، عمو، خاله، عمه، پدر بزرگ بودن که همیشه بیان وسط بشینن، گوش کنن، وساطت کنن، روابط و مشکلاتشون رو حل کنن و در واقع یه جور کار کانسلینگ یا مشاوره یا کار رفع و رجوع کردن مسائل و کمک به حل بسیاری از مسائلی که خیلی بنیادی نبود، یه مسائلی که بالاخره در زندگی یا مسائل روزانه زندگی همه هست پیش می اومد حل می شد. امروزه به خاطر اینکه این خانواده ها هسته‌ای شدن، یعنی مادر، پدر و فرزندان در یک خونه فقط زندگی می کنن و از سوی دیگه روابط نزدیکشون با خاله، دایی، عمو، عمه، مادر بزرگ، پدر بزرگ، یعنی نسل پیشین و نسلای یک کمی افراد بزرگتر از خودشون قطع شده یا کمرنگ شده، بسیاری از این منابع حمایتی از دست رفته
و انسان‌ها همش یا باید مطمئن باشن یا معطل باشن که جامعه، خدمات اجتماعی جامعه، مددکاری اجتماعی، نمیدونم بهزیستی، نمیدونم سازمان‌های، نمیدونم خدمات زنان، کودکان و جوانان، خدمات ضد اعتیاد، مثلا نمیدونم خدمات دپرشن و استراب و افسردگی‌ها و مشکلات روحی در جامعه، اگر اینها در جوامعی گسترش یافته باشن، ممکنه جای اون خانواده هایی که نزدیکانی که دیگه دور ما نیستن یا روابطی که تغییر یافته رو بدن. اما اگر نباشه، که در بسیاری بسیاری از جوامع هنوز اینا در اون حدی نیستن و در اون حدی شکل نگرفتن و در بسیاری جوامع اصلا خیلی اوقات وجود ندارن، حتی از سوی دیگه گلوبالیزیشن منابع حمایتی رو قطع کرده، از سوی دیگه هنوز در بسیاری جوامع این سرویس های خدماتی دولتی و اجتماعی اونقدر کامل و همه‌گیر نیستن که بتونن همه افراد جوامع خودشون رو پوشش بدن و همه مشکلات رو بتونن رو حل بکنن. درسته اینا موجب شده که مشکلات خانوادگی و مشکلات مشاوره‌ای بسیار زیادتری هم در نسل کنونی، در بین خانواده ها، در بین جوانان، در بین افراد گوناگون، همسران و همسالین پیش بیاد، ولی منبع یا مخزنی برای حمایت یا سپورت یا به اصطلاح کمک جنبی وجود نداشته باشه و این وخامت رو بیشتر میکنه و تنهایی افرادو و عمق افسردگی و ایزوله شدن افرادو در جوامع امروز بیشتر کرده، که تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی روی خانواده هام گذاشته. از سوی دیگه در واقع روابط زنان و مردان رو از اون جایی که آغاز کردن مرتب به این که بگن نه باید همه زنان و مردان مثلا نقشاشون فرقی نکنه، هیچ معنی نمیده که زن بچه داری بکنه، باید بعضی اوقات هم مردا بشینن کارشون و زندگیشون بیرون ول کنن، بیا بشینن بچه داری کنن، زن بره مثلا سر کار کنه یا امثال هم، اینها موجب شده یه مقدار چالش‌های هویتی و جنسیتی هم در انسان‌ها ایجاد بشه، برای اینکه خب به طور طبیعی در بین انسان‌ها، خب ما می‌دونیم که مردان قدرت جسمی و فیزیکیشون خب بیشتره، ماهیچه‌هاشون بیشتره، وزن بدنشون معمولاً بیشتره، استخوان‌هاشون قوی‌تره، ما از نظر فیزیکی معمولاً در شرایط مشابه، حتی در سنین مشابه در یک کشور، خب معمولاً مردان رو قدرتمندتر از زنان میبینیم. زنان از نظر جسمی ممکن فیزیکیشون ضعیف‌تر باشن. ولی هنگامی که اینقدر زیاد تاکید میشه بر این که همه چیز باید عین هم باشون رفتار بشه، خب اون وقت از یک زن هم انتظار میره مثلا در هفته 40 ساعت 50 ساعت کار بیرون بکنه، همزمان هم خب فول تایم میاد خونه، غذا هم داره میپزه، بچه داری هم میکنه، و شما این وزنه رو یه مقدار انگار بیشتر تازه به زیان زنان میبینید تا اینکه به نفع زنان باشه. درسته که همش در مورد حقوق مساوی داره صحبت میشه، ولی عملا از تمام حقوق مساوی بیشترین چیزی که رو دوش زنان اومده کار کردن بیرون از خونه است، در این حال که تمام بخشای کار درون خونه، حالا از آشپزی و نظافت و بچه داری و بچه شیر دادن و بچه عوض کردن و کتاب قصه خوندن و نمیدونم خیلی از این کارا رو کردن، یا مثلا انجمن اولیا مربیان مادر را برن تو مدرسه و یا خیلی از کارهای داوطلبانه ای که باید انجام میدن برای بچه‌هاشون، از این چیزا، اینا باز بیشتر افتاده روی دوش مادران، برای اینکه اگر که پدران بخوان ساعت‌های کاریشون رو ول کنن و دنبال این چیزا باشن و دنبال بچه‌ها باشن، و احتمال اینکه یه موقع بیکار بشن و از اون جایی که خب معمولاً درآمد اصلی در همه خانواده‌ها در همه جهان به دوش مرده، درسته که بسیاری از زنان هم امروزه کار خوب دارن و حقوق بسیار بالا دارن، ولی باز بخوایم اکثریت جامعه رو در نظر بگیریم، حقوق مردان در جهان بیشتره و کارهایی که مردان دارن درآمد اصلی خانواده رو تشکیل میده و زنان یا خیلی اوقات ممکنه به صورت پارت تایم کار کنن یا پاره وقت، یا اگر که به صورت تمام وقت هم کار میکنن، باز ممکنه درآمدشون یه مقداری از مردان کمتر باشه. و همیشه این خطر از دست دادن کار برای مرد در خانواده بحران بزرگتری ایجاد میکنه تا از دست دادن کار یک خانم. برای همینم اگر که
مجبور بشن مردان مرتب از محل کارشون هی آف بگیرن و مرخصی بگیرن که بیان برن مثلا انجمن اولیا مربیان، بیان برن مسابقه فوتبال بچهشون، بیان برن بچه رو ببرن کلاس رو بیارن، بیان برن بچه رو ببرن دکتر رو بیارن، بیان برن خونه داری بکنن یا آشپزی بکنن یا خرید بکنن یا مرتب از وقتای سر کارشون برای این چیزان بزنن، احتمال اینکه بیکار بشن و احتمال اینکه درآمد اصلی خانواده دست بره توشون بیشتره. بنابراین میخوام بگم که خیلی از این نوع برابری هایی که در اجتماع صحبتش میشه یه جورهایی بیشتر فشار آورده روی مادرها، و مادرها هم دارن بیرون کار میکنن، هم تو خونه کار میکنن، هم بچه میزان، هم بچه بزرگ میکنن، هم بچه شیر میدن، هم بچه مدرسه میبرن و میارن، و هم خیلی از هزار و یک نوع جزئیاتی که در خونه داره انجام میشه همیشه زیر نظر و با مراقبت و با در واقع تصمیم گیری های مادرها داره انجام میشه. خب این فشار بسیار زیادتری روی زنها ایجاد کرده و زنان یه مقدار کلافه تر و خسته تر و فرسوده تر از گذشته شدن که شاید مثلا فقط نقش یک مادری رو داشتن یا فقط نقش زن خانه رو داشتن یا مثلا صورت پاره وقت تر کار میکردن. از سوی دیگه نگرش منفی که نسبت به مردان در سر جنبش های فمینیستی ایجاد شده یه جورهایی مفاهیم رو به صورت مطلق کرده، یعنی یا شما باید مرد سالار باشین یا مثلا اگر نیستید حتما باید زن سالار باشید. یعنی این گونه نیست که ما ایرانیان مثلا در هزارها باور داشتیم هم مرد میتونه باشه هم زن میتونه باشه، هم نظر و حرف دوتاشون در یک اندازه باشه و کسی با کسی ستیزی نیست در مورد زندگی خانوادگی. یک جوری شده این مسائل جهانی شدن که اینقدر بر طبل فمینیسم و حقوق زنان کوبیدن، یک جور گاردگیری یا جبهه‌گیری شده بر علیه مردان، و بلافاصله که مرد خانواده میخواد حرف اول به دوم رو بزنه یا یه نتیجه گیری بکنه یا یه تصمیم گیری بکنه، انگ مرد سالاری یا دیکتاتور بودن یا زورگویی یا خشونت خانگی ممکنه بهش زده بشه و حتی هر دعوای معمولی که ممکن بوده میلیونها سال بین زنان و مردان در خانواده های موقع دعوا میکردن، داد میزدن، سر هم دیگه پرخاش میکردن، حالا به هر نحوی اختلاف عقیده است، اختلاف تصمیم گیری، اختلاف سلیقه های گوناگون بر سر غذا، بر سر خواب، لباس، نمیدونم مدرسه بچه، رفت آمد، محل زندگی یا هر نوع مسئله دیگری، این روزه این مسائل به شدت بزرگنمایی میشه و به شدت زیر ذره بین میره، در حالی که هزاران اختلاف ممکنه در یک زندگی زناشویی در 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال روی بده و فرداش دو مرتبه اون مسائل حل میشه و زندگی ها ادامه پیدا میکنه. ولی این نوع تبلیغات زیادی که گلوبالیست ها میکنن برای اینکه کوچکترین اختلافی خیلی زیر ذره بین نگاه بشه و بزرگ بشه و بلافاصله انگ های گوناگون به این سو و اون سو بزنن و زندگی ها رو کلا زیر سوال ببرن، رابطه رو کلا زیر سوال ببرن و بلافاصله حرف اول به دوم، کارها به جدایی و طلاق و تحمل نکردن همدیگه و نفرت از همدیگه و پافشاری بر حرف خود و عدم گذشت و سازش و کنار آمدن و مهر و محبت ورزیدن و مسائل با صحبت و آرامش و عشق حل کردن، اینها یه مقداری به خاطر فرایند گلوبالیزم بی احساس و بی منطق تر شده و بلا فاصله مسائل اینگونه به جدایی و به اختلافات خیلی عمیق و بعدم دعواهای بسیار سر حضانت فرزند و تقسیم اموال و این حرفا کشیده میشه که در گذشته گفتم هم به خاطر نفوذ خانواده ها، ریش سفید ها، بزرگتر ها، شبکه حمایتی، مشاوره رایگانی که در واقع خاله و عمو و عمو و دایی و پدر و مادر و مادر بزرگ پدر بزرگ میدادن به افراد جوانتر و به زوجهایی که در آغازتر راه زندگی بودن یا در میانه راه زندگی بودن و امروز وجود نداره، این مسائل خیلی حادتر شده و از سوی دیگه میگم مسائل عادی زندگی ها رو خیلی بزرگ نمایی میکنن و مسائل مختلف رو، اگر یک زنی گذشت بکنه به مرد بهش میگن مطیعه، اگر یک مردی به زن گذشت بکنه بهش میگن نمیدونم زن ذلیله، اگر که اینا با هم اختلاف عقیده داشته باشن میگن شما اصلا هیچ تفاهمی نداریم باید جدا شین، و خیلی از این مسائل سوء تفاهم هایی که در سر گلوبالیسم داره ایجاد میشه در واقع در زندگی های خانوادگی. از سوی دیگه گلوبالیسم یک چیزی رو که داره خیلی عادی میکنه روابط نامتعارفه.
همه ماها در شبکه‌های اجتماعی، در تلویزیون‌ها، در سریال‌ها، در فیلم‌ها این روزا می‌بینیم که خیلی اوقات خیانت‌های زنان و مردان رو به همدیگه نشون میدن به صورت خیلی عادی. زنی که در محیط خانواده، در خانواده همسر داره، می‌بینیم که با یه نفر دیگه داره می‌بینیم شام می‌خوره، در یک سریال دیگه می‌بینیم با یکی دیگه قهوه می‌خوره، اون یکی با منشی خودش میره سفر، اون یکی این کارو می‌کنه، اون کارو می‌کنه. و بسیاری از نکات بحث برانگیز و تأمل برانگیزی که در روابط انسانی آسیب زننده است به اون طرف مقابل و در واقع احساسات فرد مقابل شما در زندگی رو جریح دار میکنن، خیلی زیر سیبیلی و خیلی عادی نشون میدن و میگن که نه این مسائل هم هست و این مسائل هم زیاده و خیلی از این مسائل عادیه. و اینا حتی جنبه آموزشی روی فرزندان هم داره. یعنی خیلی از بچه های ما امروزه در جامعه دارن با این ایده بزرگ میشن که فلان کسک مامانش دوست پسر داره، یا فلان کسک پدرش با اینکه زن داره و مثلا مادر دوستمونو داره دوست دختر داره. و مسائل این مسائل رو خیلی زیاد میبینن و خیلی بیخود مواجه یا رویارو یا اکسپوز میشن با روابط غیر متعارف و غیر اخلاقی که نیازی هم اصلا نیست که ما این مسائل رو عادی نشون بدیم، که نیست هم عادی در واقع و همیشه موجب اختلاف و موجب از هم پاشیدن خانواده ها میشه در نهایت. ولی جهانی شدن داره اینها رو جا میندازه با تبلیغات، با تلویزیون ها، با مسائل گوناگون. همون گونه که جهانی شدن پدیده LGBT رو خیلی داره جا میندازه، در حالی که این مسئله طبیعی در میلیون ها سال زندگی انسان ها نبوده. عده‌ای این گونه به دنیا می اومدن، جزء اقلیت شاید زیر 5% هر جامعه هستند، و بقیه کسانی هم که به این سمت خواه و ناخواه یه موقع هایی رونده شده بودن در دوره های گوناگون تاریخ، یا به خاطر تاثیرات اجتماعی بوده، یا جنگ بوده، یا به اسارت گرفته شدن بوده، یا تجاوز های گوناگونی که در سر جنگ ها می شده به زنان و دختران و پسران و نمیدونم به کسانی که به اصطلاح دشمن محسوب می شدن هنگامی که جنگ می شد این اتفاق ها می افتاده، یا یک سری مسائل غیر عادی این گونه مسائل رو ایجاد می کرد در زندگی انسان های نرمالی که طبیعی به دنیا آمده بودند. ولی پدیده گلوبالیسم اون شاید 5% جامعه که با مشکل فیزیکی واقعی به دنیا میاد رو تبدیل کرده به 90% جامعه. یعنی یه جوری داره میگه که یعنی انگار 90% جامعه بدون هویت جنسی دارن به دنیا میان و این هویت هر آن میتونه تغییر بکنه و من ممکنه دختر به دنیا بیام، پس فردا بشم پسر، یا پسر به دنیا اومدم، در هر مقطعی از دوران زندگی من میتونم تغییر جنسیت بدم، یه هویی من تبدیل بشم به گی یا به لزبیان یا به ترنس یا به این یا به بای یا به اون. و مسائلی است که جهانی شدن داره به خانواده ها و به مردم جهان عادی نشون میده، در حالی که به طور طبیعی انسان ها یا مرد یا زن به دنیا میان و شاید چند درصد اندکی از جامعه، بسیار درصد اندکی از جامعه، شاید زیر 5% جامعه واقعا با مشکل فیزیکی خاصی به دنیا میان که دست خودشون هم نیست و ممکنه حالا یا با عمل درست بشن، بعضی وقت نمیشن، بعضی وقت هم همون جوری زندگی میکنن و در روابط گوناگونی قرار میگیرن که خیلی اوقات هم آسیب خورنده و آسیب زننده است از نظر روحی و جسمی بهشون. کاری نداریم، میخوام بگم که این مسائل رو هم داره گلوبالیسم عادی نشون میده به مردم. از سوی دیگه جهانی شدن یک جور استرس و نگرانی در هویت‌های زنان و مردان در خانواده‌ها ایجاد کرده. زمانی بود در جهان که مثلا مردان میبالیدن به این که نیرومندترن، محافظ خانواده هستن، کار میکنن، زندگی خانواده‌شون رو اداره میکنن، خوشحال بودن که فرزندانشون رو سرپرستی میکنن و زن و بچه رو به زیر پروبال خودشون دارن. امروز با ایجاد مشاغل گوناگون، مشاغلی که خیلی هاش ممکنه مال زنان نباشه، مال مردان نباشه، ولی الان دیگه همه اینا قاطی پاتی شده و مردم رو در همه جای اجتماع ممکنه شما ببینید، به جایی کشوندن که مکان و هویت اصلی انسان‌ها از نظر شخصیت درونیشون به چالش کشیده شده. به عنوان مثال میخوام بگم که
مثلا درآمدهای کارهایی با درآمدهای بسیار اندک ایجاد کردن و خیلی از زنان رو به این باور خب رسوندن که شما درآمد دارید. بعد این زن فردا فکر میکنه که خب منم دارم کار میکنم و منم درآمد دارم، بنابراین من میتونم از این خانواده بیام بیرون و برم زندگی خودم اداره کنم. بعد میاد میره طرف در اجتماع، حالا مثلا دختر این خانواده از یا همسریه که خانومیه که از شوهرش جدا میشه یا هرچی، میاد حالا میره در اجتماع، بعد عملا میبینه که با اون درآمدی که داره نمیتونه خودشو اداره بکنه، نمیتونه خونه اجاره کنه، نمیتونه مثلا پول دانشگاهش رو بده، نمیتونه. برای همین مردم رو دارن به چالش های دیگری میکشونن. الان یک درصد بسیار زیادی از دختران آسیایی به خاطر اینکه خب فکر میکنن که ما کار داریم و درآمد داریم و مستقل شدیم، بلافاصله که دانشجو میشن از خانواده هاشون جدا میشن. مثلا در ژاپن، در کره، در چین، در خیلی از جاها شما اینو میبینید، به ویژه در آسیایی ها خیلی میبینید، حتی در اروپایی ها من میدونم در فرانسه این موضوع خیلی خیلی زیاده، برای اینکه آمارهایی که خودشون میدن اینو نشون میده. بعد این دختری که یک درآمد کوچیکی داره و حالا دانشجوی میاد میره، میبینه که به مرور عقب میفته از پرداخت اجارهش، از پرداخت هزینه دانشگاهش و اون درآمد اندک کفاف هزینه‌هاشو نمیده. یک درصد زیادی از دختران دانشجو در آسیا و تا اونجا که من میدونم در فرانسه کاملا میدونم ببخشید، به خاطر تامین هزینه‌های خودشون در این حالی که دانشجو هستن رو آوردن به تن فروشی، حالا از آدم‌های تلفنی گرفته تا دوست دخترهای کرایه‌ای و امثال اون، در شغل‌های گوناگون کاذب و غیر سالم در واقع مشغول به زندگی و کار شدن. خب این وضعیت رو به آرامی داره برای هویت و شخصیت و اعتماد به نفس زنان تغییر میده. یعنی در این حالی که اومدن و تشویق کردن زنان رو به این که شما میتونین کار کنین، یه درآمد بگیرین، برین مستقل زندگی کنین، ولی در عمل وقتی که این گونه زنان و دختران که آسیب پذیر هم هستن وارد اجتماع میشن و با اون درآمدشون نمیتونن هم هزینه هاشون رو بدن، هم دانشگاهشون رو برن و زندگی عادی بکنن، ناخودآگاه کشیده میشن به کارهای ناجور و نادرست و این اتفاق داره به صورت روزافزون در واقع در سطح جهان زیاد میشه، که این خودش یکی از آسیب‌های بزرگی است که داره به ارکان خانواده و به ویژه به در واقع اعتماد به نفس افراد در اجتماع وارد میکنه، که خب یه مقدار زیادی شامل زنان میشه. متاسفانه علارغم این که مردم دنبال تحصیلات عالی و دانشگاه و اینها هستن، ولی در این حال اون بسترها یا زمینه ها به طور واقعی بخواین نگاه بکنید هنوز فاصله بسیار بسیار زیادی داره تا اون چیزی که بایستی وجود داشته باشه. و این گونه که جهان سرمایه‌داری نشون داده تا کنون، دل مشغولی زیادی هم نداره جهان سرمایه‌داری برای اینکه مطمئن باشه که مثلا زنان حقوقشون با مردان برابره و اگر یک کسی مثلا در 18 سالگی دانشجوه و دختره و جدا میشه از خانوادهش، یا اگر یک همسری از شوهر خودش یک خانومی جدا میشه، میتونه در اجتماع الزاماً زندگیشو اداره بکنه و دچار تلاطم عمیق و بزرگ در زندگیش نشه. از سوی دیگه ما میدونیم که در واقع گلوبالیسم نقش مادری رو هم در خانواده ها بسیار ضعیف کرده. چرا؟ برای اینکه خب به چند علت دنیایی که گلوبالیسم داره توش گسترش پیدا میکنه داره تربیق و تشویق و اجبار یواش یواش میکنه که زنان و مردان هر دو در خانواده مجبور باشن کار کنن که بتونن پول کافی در بیارن که بتونن یک خانواده رو اداره بکنن. از سوی دیگه گلوبالیسم پدیده ایست که داره روز به روز
توقع مردم رو از زندگی خانوادگی میبره بالا، یعنی همه انتظار دارن آنچه که تو تلویزیون ها میبینن زندگی کنن، آپارتمان های لوکس داشته باشن، زندگی های خیلی لوکس داشته باشن، بچه هاشون بهترین مدارس برن، کلاس های گوناگون برن و هزینه های وحشتناکی به طور تبلیغات مدام پدیده گلوبالیسم در شکل خانواده ها داره انجام میشه. ولی واقعیت اینه که هر چی که زنان و مردان در طبقات متوسط به پایین جامعه کار میکنن، نمیتونن رویاهایی که در تلویزیون ها و شبکه‌های اجتماعی و در واقع میدیا براش تبلیغ میکنه جهانی شدن رو بهش برسن، با اجاره های سرسام‌آور، با خانه های گران، با هزینه های دانشگاه و هزینه های تحصیلی کمر شکن برای بچه هاشون، کلاس های گوناگونی که خودشون رو ملزم میدونن به خاطر اینکه همه جا داره تبلیغ میشه بچه های شما باید این کلاس اون کلاس این توانایی اون توانایی اون توانایی رو داشته باشن. در نتیجه مادران شبانه روز دارن بیرون خونه کار میکنن، پدران شبانه روز کار میکنن و نقش مادری، نقش تربیتی داره روز به روز در خانواده ها ضعیف و کمرنگ میشه، چون افراد نیستن تو خونه که با بچه هاشون وقت بگذرونن. بچه ها ساعتهای بیشتر و بیشتری دارن توی مهد کودک ها، کودکستان ها و مراکز نگهداری فرزندان، حالا چه از شیرخواره تا حتی کلاس های پس از مدرسه یا به اصطلاح افتر اسکول ها که مدرسه که تموم میشه تازه 3 ساعت 4 ساعت بچه ها در یک کلاس های دیگه تو مدارس نگه میدارن، چون پدر مادر سر کارن، کسی نیست بچه رو تو خونه تحویل بگیره و برای اینکه بچه تنها نباشه باید ساعت های بیشتری بعد از مدرسه تو این مرکز بمونه، حالا یا کلاس یا ورزش یا بازی یا هر چی. و اینا همه موجب میشه بچه شما رو به جایی که شما تربیت کنین، به جایی که کاراکترش، فرهنگش و آموزش های لازمش رو شما بهش بدین، بچه همش در بیرون خونه و توسط افراد دیگه با هر مدل دیگه‌ای که اونا میخوان تربیت میشه و شستشوی مغزی داده میشه و شما از انتقال فرهنگتون، شخصیتتون، آموزش‌های خانوادگیتون، ارزش‌هاتون و ضد ارزش‌هاتون به بچه‌ها باز بمونید و در نتیجه خانواده‌ها نقش انتقال فرهنگیشون روز به روز کمرنگ‌تر بشه، نقش تربیتیشون روز به روز کمرنگ‌تر بشه و بچه ها آسیتر و جداتر و فاصله گرفته تر با پدر و مادر و دنیاشون کاملا متفاوت تر بشه با دنیای مادر پدرشون، چون اصلا با هم نیستن، با هم وقت نمیگذرونن، فعالیت های مشترک نمی کنن، سرگرمی های مشترک ندارن و اینها بسیار بسیار آسیب میزنه به روابط خانوادگی و سست کردن رابطه بین نسل ها. اگر بانو افسانه پرسشی دارین میتونین بفرمایین، یا اینکه اگر که میخواین من ادامه بدم. بانو آرتمیس، شاید برای بیننده ها این پرسش پیش بیاد که چون ماسو من عقاید شما رو کاملا میدونم، ولی این ممکنه برای دیگران این پرسش پیش بیاد که آیا شما با حقوق LGBT ها مخالف هستین یا در همون حد اقلیت باید حقوقشون باشه، نباید پررنگ و اینقدر بهش پرداخته بشه که تمام حقوق بقیه افراد یک اجتماع یک جامعه نادیده گرفته بشه که این افراد بخوان حقوقشون رو فریاد بزنن. شما اینو چقدر در موردش میتونید به ما توضیح بدین؟ چون ممکنه برای خیلی پرسش خوبی کردین بانو افسانه. ببینید، من به طور کلی باور دارم ما بر اساس نگاه ایرانیمون همه انسان‌ها حقوقشون برابره، همه انسان‌ها در برابر قانون برابرن، همه انسان‌ها ارزش‌های انسانیشون و شخصیتشون باید احترام گذاشته بشه و در نظر گرفته بشه و هر کس باید بنا به شایستگی‌ها و توانایی‌هاش به آن جایی که میتونه در یک اجتماع برسه به بهترین حد خودش برسه. این اصل اوله که برای ما هیچ فرقی نمی کنه که انسان ها کیان، از چه باور دینی ان، با چه اورینتیشن جنسی هستن، هیچ فرقی برای ما و در چه کاتگوری سنی حتی قرار دارن یا تحصیلی، حقوقشون باید حفظ بشه و حقوق برابر داشته باشن و فرصت های شغلیشون بر اساس شایستگی هاشون باشه و هم در برابر قانون یکسان نگاه بشن. اما من اعتقاد دارم همه چی باید واقع بینانه نگاه بشه، یعنی هر چیزی در اون حدی که در اجتماع وجود داره بهش بها داده بشه و بهش توجه بشه و برای رفع مشکلش
کوشیده بشه. وقتی ما میگیم 15 میلیون ایرانی مستقیم و غیر مستقیم با فرایند اعتیاد دست به گریبانند، برای که آمارها داره نشون میده چیزی حدود 5 میلیون 3 تا 5 میلیون نفر در ایران معتاد مدام و ثابت شده داریم، یعنی کسانی که رفتن مراجعه کردن و نامشون به عنوان معتاد هستن. ممکنه ما عده بسیار زیادی معتاد داریم که هیچ جا اسمشون نیست، تو آمار هم نمیان. ولی این 3 تا 5 میلیون معتادی که ما در ایران داریم، هر کدوم با 5 نفر اگر درگیر باشن، یعنی در رو باشن، اعضای خانوادهشون، پدر، مادر، خاله، دایی، عمو، عمه، همسایه، هر چی، این نشون میده که 15 میلیون ایرانی مستقیم یا غیر مستقیم با پدیده اعتیاد دست به گریبانه. بنابراین پدیده اعتیاد یکی از مهمترین پدیده‌هایی است که به خاطر وسعت فراگیر و تأثیر بسیار مخربش در جامعه باید بهش بها داده بشه، باید به اندازه اون 15 میلیون و حتی شاید میشه گفت بیشتر از اون، برای اینکه یه تعداد زیادی آمارش رو نداریم و در اجتماع وجود داره، باید در موردش صحبت بشه، در موردش سرمایه گذاری بشه برای حلش، برای بازیابی اینها، برای کار اینها، برای روان درمانی های اینها و برای بسیار مسائل دیگه برنامه‌ریزی بشه و در موردش صحبت بشه و اخطار داده بشه و آموزش داده بشه از دوران کودکستان به بچه‌ها در این مورد و آگاهی پیدا کنن در مورد عوارضش، علائمش، مشکلاتش و چرا اینکه میگن خانمان سوزه و بقیه مسائل. اگر ما مثلا داریم میگیم که در ایران ما این تعداد کارتون خواب داریم یا در تهران به تنهایی 400 هزار کودک کار داریم، برای اینکه این مسائل بسیار جدیان، بسیار پررنگن و آمار داره نشون میده هر مسئله ای مهمتره در جامعه باید بهش بیشتر پرداخته بشه به همون میزانی که وجود داره در اجتماع و بنا به میزان خطرش حتی بیشتر از اون که ممکنه آمارها نشون بده باید براش برنامه‌ریزی کرد، برای جلوگیریش، برای درمانش، برای رفعش. اگر در آمارهای پزشکی در جهان چیزی حدود 5% یا کمتر از 5% افراد با مشکل فیزیکی در این باره مشکل فیزیکی و جسمی دارن به دنیا میان که هویت جنسی مشکل داری دارن، این یه چیزیست که ثابت شده از نظر پزشکی در جهان، کشورهای مختلف جهان در کتابهای رفرنس پزشکی. خب ما میتونیم اینو بخونیم، این یک نوع علمه، همون گونه که جاذبه زمین وجود داره و ثابت شده و وجود داره و ما میدونیم و کسی نمیتونه امروز بیاد بگه نه جاذبه زمین وجود نداره، این هم، این آمار هم، این درصد هم در کشورهای گوناگون بررسی شده، تو رفرنس ها یک درصدی دادن زیر 5% جامعه. اما آنچه که شما در جهان امروز دارید میبینید گلوبالیزم داره بهش تبلیغ میکنه 5% مردم جهان نیست. 5% مردم جهان اگه بود این همه تو تمام تبلیغات نمیدیدید که هر جا نشون میدن از کودکستان ها اینا رو میارن تو کتابای مدرسه بنویسن، راجبش صحبت ها بشه، سمینار ها داده بشه، تبلیغات گوناگون میکنن، از طبیق کفش و لباس دیگه این روزا میبینید تا توی کارتون های والت دیزنی دارن سوپرمن رو و بتمن رو و امثال اینها رو گی نشون میدن و امثال هم. این یک هدفی پشتش هست، صحبت ما اینه، صحبت ما این نیست که اون 5% آدم که در شما مشکل واقعی دارن، حالا یه چند درصد اندک دیگه هم ممکنه که در مقاطعی مشکل دار بشن، دست کم از نظر روحی به خاطر تجاوزهایی که در کودکی بهشون میشه، چایلد مالستینگ های گوناگون، ضرب و شتم یا مشکلات فیزیکی خانواده هایی که درگیری های بسیار خانگی دارن، مشکلات خانگی دارن، خشونت خانگی دارن و امثال هم، یک درصدی هم ممکنه بیشتر از این 5% بشه در جامعه. اما وقتی که شما بیش از اون که هست در اجتماع در مورد این موضوع می‌بینید، این یعنی پروموت کردن یا تبلیغ کردن چیزی بیش از اندازه واقعیش. همون گونه که اگر شما در جامعه آمریکا نگاه کنید 13-14% طبق آمار دولت آمریکا ما در کشور آمریکا سیاه‌پوست داریم، اما شما در تمام تبلیغات تلویزیون ها و مدیا و سوشال مدیا و هر جایی که شما باز می‌کنید آنچه که می‌بینید انگار که به شما جوری نشون میدن انگار بالای 50% جمعیت آمریکا سیاه‌پوستن. در هر تبلیغی که شما می‌بینید دست کم یه دونه سیاه می‌بینید، اگه یه سفید می‌بینید یه سیاه می‌بینید، اگه لاتینو می‌بینید یه سیاه می‌بینید، اگه نمی‌دونم آسیایی می‌بینید باز یه سیاه می‌بینید. یعنی اگر شما 3 نفر آسیایی و نمی‌دونم لاتینو و یه آدم سفید رو در تبلیغ می‌بینید به ازاش 3 تام سیاه می‌بینید، در حالی که اصلا این درصد میزان تبلیغی داره میشه و میزانی که یک اقلیتی دارن نشون داده میشن نرمال نیست. صحبت ما سر اینه، سر نشون دادن هر چیزی بیش از اندازه خودش و بها دادن به چیزی و تبلیغ کردنش
بیش از اندازه‌ای که لازمه و این نشون میده که پس یک هدفی پشت این موضوع هست و هدف خیلی روشنه، همون گونه که خانواده رو هدف میگیرن و تبلیغ میکنن که کی گفته باید همه ازدواج کنیم، نه حالا ازدواجم نکنیم، کی گفته حالا هممون بچه بیاریم، حالا بچه‌م نیاریم، کی گفته همه باید با هم زن و شوهر باشن، نمیتونن مردا با هم زندگی کنن، زنا با هم زندگی کنن. بعد از اینکه میگه خیلی خوب هر کی کاری میخواد بکنه بکنه، برین هر جور دلتون خواسته، حالا نه دیگه، دیگه میرن تو مرحله بعد، یعنی هر چی بهشون رو میدی یه لایه میره بالاتر توقعاتشون و یه گام یه گام میان جلو تو بگیرن تمام جهانو. چگونه حالا پس مردا بخوام با هم زندگی کنن، خب بریم بکنیم، نه ما بچه‌م میخوان. خب شما چطور میتونین راجع به یک بچه‌ای که توی پرورشگاهی نشسته و یه خانواده سالمی میتونه، حالا خانواده نرمال، سالم هم نمیگیم، نرمال، یه خانواده‌ای که نرم جامعه، نرم یعنی چی؟ یعنی اکثریت یه چیزی که یک جایی وجود داره میشه نرم دیگه، وقتی که همیشه مثلا میگن که نمیدونم مثلا در این فصل مثلا خرید و فروش مثلا شب عیده خرید و فروش کالا میره بالا، خب یعنی نرمال چیه؟ این نرمال اینه که خرید در شب عید بره بالا، اگه موقع خرید در شب عید بره پایین نرمال نیست، درسته؟ نرمال یعنی چیزی که همیشه روی میده. حالا موقعی هم که دو نفر دارم با هم زندگی میکنم، خیلی خوب شما دو نفر راجع به زندگی خودتون میتونید تصمیم، اما این که حالا من میخوام برم یه بچه دیگه، یه ماینور، یه آدمی که زیر سن تصمیم گیری برای خودشه بردارم بیارم تو بازی خودم، اون دیگه نرمال نیست و اون باید جرش گرفته شه. ولی از اون جایی که اینا گام به گام پیش میرن، اول میان میگن که نه ما میخوام ال جی بی تی این باشیم، باشیم بشه، خیلی خوب باشین، بعد میگن ما میخوام کافامون داشته باشیم، رستورانمون، هتلمون، اینون، خیلی خوب داشته باشین، حالا بعد ما میخوام بچه‌م بیاریم. بچه را از کجا میارین شما که دوتا زنی یا دوتا مرد؟ خب ما میریم از بانک مثلا اسپرم یا از بانک تخمک میگیریم و اون یه نفر دیگه‌مون بچه داشته. حتی وقتی دوتا مردیم و نمیتونیم، میریم از یک رحم اجاره استفاده میکنیم و بچه داریم. چرا؟ چرا؟ کی به شما این اجازه رو میده که برای بچه ای که میتونه یک جای دیگه بزرگ بشه، یک جور دیگه بزرگ بشه، شاید اصلا بچه نخواد تو خانواده بزرگ بشه که دو نفر گی دارن اونجا زندگی میکنن، این بچه بعدن هیچ وقت نمیتونه الگوبرداری شخصیت مادر رو بکنه اگر دختر باشه و بعد الگوبرداری شخصیت پدر رو نمیتونه بکنه اگر که بچه‌ای بین دو تا مادر داره بزرگ میشه. مثلا یه پسری رو برم بیارم به فرزند خوندگی دو تا زن، خب این بچه، این پسر بچه از کی الگوی پدر و مرد و شخصیت مردی رو بگیره؟ بنابراین این شخصیتش متمایل میشه به زنانه و بعد نسل بعدی خود این بچه میشه که پسری با تمایلات زنانه و بعد این خودش گیه بعدی رو درست میکنه. و چرا دارن این کار رو میکنن؟ چطور ما همیشه میگیم اجازه نداره کسی از بچه پورنوگرافی بچه یا از بچه ها برای سکس استفاده بشه؟ چون که زیر سن قانونی هست، چون بچه عقلش درست کار نمیکنه، بچه که نمیتونه بر خودش تصمیم بگیره، بچه که صلاحیت نداره که ببرنش بر خودش تصمیم بگیره، ببرنش توی بازار سکس یا بازار مواد مخدر یا این یا اون. برای چی جرم های این گونه ای که برای بچه ها انجام میشه حبس ابد و در بسیار از کشور حکم مرگ و اعدام داره؟ چطور وقت برای یک همچین چیزی شما دنبال این هستین که یه بچه‌ای رو دو تا آدمی که همجنس هستن بردارن بیارن و این بچه رو شما محروم کنین از پرورش نرمال که میتونه در یک خانواده عادی تربیت بشه و اگه دختر بتونه الگو برداری های شخصیتی خودش رو بکنه و اگه پسر؟ اینا که دیگه ثابت شده از در روانشناسی. چرا خلاف ساینس و علم، حتی دانش، چرا گام برمی‌دارن؟ خب اینا همه نشون میده به من و شما که یه چیزی در جریانه برای اینکه هدف بگیره خانواده رو. و گلوبالیزم خودش یکی از بزرگترین مسائلی است که داره بنیان خانواده ها رو هدف میگیره و جهانی شدن خودش یک عاملی است برای در واقع تیشه زدن به ریشه فرهنگ های بومی، خانواده ها و در واقع من میتونم حتی بگم که یک جورهایی داره در واقع تیشه میزنه به ریشه آنچه که ما ازش به عنوان هویت فردی داریم یاد میکنیم، که این هویت فردی همونجوری که بهتون گفتم هویت جنسی هست، هویت فرهنگی هست، هویت خانوادگی هست و همه اینها رو داره یه جورهایی زیر سوال میبره و درجات در واقع گوناگونی داره در کشورهای مختلف، ولی داره روز به روز این پدیده گلوبالیزیشن روی این اثر میکنه و حتی میتونه به مرور ایجاد خطر
در واقع بکنه برای بسیاری از سلامتی روانی مردم جامعه. همون گونه که شما میبینید این روزها طلاق پس از ازدواج خب در اکثر کشورها خیلی رایج‌تر شده، یعنی این خود پدیده گلوبالیزیشن، الزاماً پدیده دنیایی که مثلا من مدرن شدم نیست. برای همینه که بهتون گفتم بسیاری از مسائلی که قبلا خونگی حل و فصل میشد الان حل و فصل نمیشه و کار به دادگاه و دادسرا کشیده میشه و بعد به جاهای خیلی باریک و زشت و این میره علیه اون و اون میره علیه اینو، بعد ادعای خشونت های خانگی به وسط میاد. خیلی اوقات مردا ادعا میکنن زنامون ما رو میزنه، خیلی اوقات زنا ادعا میکنن مردا دارن ما رو میزنن، یا فوش میدن یا کار بدی میکنن که مثلا به ما خشونت محسوب میشه یا امثالهم. و اینا نشون میده که دیگه یعنی یه جور فرهنگ های قومی، بومی، محلی، کشوری، همه این چیزها رو داره در واقع میشه بگیم تحت تاثیر قرار میده و تغییر میده و این خودش میتونیم بگیم که یه جورایی داره بافت خانواده ها رو گلوبالیزیشن عوض میکنه و این به نظر نمیرسه که آخر و عاقبت خیلی خوبی هم داشته باشه. چرا؟ برای اینکه یه زمانی بود که من حداقل شخصا اینو در زمانی که در ایران کار میکردم میدیدم، موقعی که یک نفر میومد زایمان میکرد، یک خانمی که زایمان میکرد، همه خانواده میومدن دور و برش، پدر، مادر، خواهر، برادر، جاری، خاله، دایی، عمو، عمه، همه. و این گام مهمی در زندگی یه نفر بود، جشن میگرفتن و قدم نورسیده به اصطلاح شاد باش میگفتن و اینها. اما من در خود غرب که بیشتر و بیشتر داره این پدیده جهانی شدن رو میبینی، هنگامی که در بیمارستان کار میکردم میدیدم یک زن میاد زایمان میکنه، شوهرش 2 هفته مرخصی گرفته که بیاد برای زایمان تا 2 هفته اول پیشش باشه، بعد دوباره خانومه مثلا این مرخصی زایمانش برای 3-4 ماه بود، بعد از اون قرار بود مثلا مرده دوباره مرخصی بگیره 3-4 ماه دیگه مرده تو خونه باشه، زنه برسه و این بازی ها. و این زن انقدر تنها و انقدر بیکس در بیمارستان نشسته بود، نه مادری، نه خواهری، نه برادری. چرا؟ برای که فرایند جهانی شدن خودش فرایند مهاجرت هم ایجاد میکنه و مهاجرت و از شهر به شهر، از کشور به کشور، از قاره به قاره، و افراد خیلی اوقات اصلا مادر و پدر و خواهر برادرشون نیستن در کنارشون که بیان و دورشون رو بگیرن و اون شبکه حمایت و ساپورت رو نشون بدن. بنابراین زن تنها میمد زایمان میکرد، فوقش با شوهرش که شوهر خودش هم اصلا بلد نبود بچه رو بغلش بگیره، حتی دوتایی باید بچه رو میزن زیر بغلشون برن تو خونه بشینن. و این زن گریه میکرد، بارها پیش اومده بودن مریضای من داشتم که گریه میکردن چون نه شیر دادن بلد بودن، نه بچه بغل کردن بلد بودن، اصلا اون تنهایی، اون ضعف بعد از زایمان که من حالا تنها با یه بچه‌ای که همش گریه میکرد نمیدونست چیکارش بکنه. و جالبه براتون بگم در همین غرب، من در خود همین بیمارستان که کار میکنم، هرگز ندیدم که یک ماما یا یک پرستار در این بیمارستان ها بیاد و مثل ایران که ما میرفتیم برای بیمارانمون دل میسوزوندیم، کنارشون من میشستم، دستشون رو میگرفتم، باشون حرف میزدم، بچه بغل کردن، شیر دادن، چگونه چه کار کن برشون حرف میزدیم. اینجا اون دلسوزی رو اصلا نداشتن. با این که ما تو یک بخش بیمارستان در ایران 80 تا مریض داشتیم با 3 تا ماما کار میکردیم، ولی در اینجا در یک بیمارستان فقط 3 تا مریض رو به هر ماما میدادن که کنترل کنه و نگهداری کنه، اون یه دونه ماما برای همون 3 تا مریض دلسوزی نداشت و نمیشست پلو مریضش و عاطفه نشون نمیداد و چیزی یاد نمیداد و مهر و محبتی نداشت اصلا. کار خودش رو به صورت ماشین انجام میداد، ساعت کارش تموم میشد میرفت از بیمارستان بیرون، نفر بعدی میمد کار خودش این ماشین انجام میداد میرفت بیرون. و اینا همه عواقب این جهانی شدن، عواقب این مهاجرت هاست. پرستاری که اونجا بود یا فیلیپینی بود یا هندی بود یا هرچی بود، هیچ احساس تعلق و مهری نمی کرد به اون مریض. اون مریض خودش تنها بود، خانوادهش در کنارش نبودن و همه اینها موجب میشه که واقعا این پدیده خانواده، ازدواج، فرزندآوری، مهر، محبت و ادامه دادن این وضع روز به روز کمرنگتر و آشفته‌تر و پریشان‌تر بشه و مهارت‌های فرزندآوری، مهارت‌های اداره این زندگی‌ها و مهارت‌های مادری و مهارت‌های همسری در واقع که یه جوری نسل به نسل، خانه به خانه انتقال پیدا می‌کرد، برای ماها
نه در ما فقط ایرانیان، در خیلی از جاهای جهان، در چینی ها، هندی ها، در نمیدونم همه جا، در اروپایی ها، اینا همش داره از بین میره. و به همین نسبت هم سالمندان تنها تر، سالمندانی که بیشتر تنها میمونن، در خانه‌های سالمندان گذاشته میشن، بچه‌هایی که سر کارن، بچه‌هایی که در شهرها و کشورهای دیگه زندگی میکنن، نیستن که به مادر و پدراشون برسن، و همه اینها بحران‌هایی است که داره خانواده ها رو در تحت تاثیر قرار میده، در فرایند جهانی شدن، و داره به نوعی ما رو به انسان‌های تنهاتر، افسردهتر، مضطرب‌تر و یه جورهایی در واقع میتونیم بگیم که ناشادتر، علی‌رغم تمام امکانات مالی بهتر و زندگی مدرنتر و بسیار تندرستر و همه چی، ولی ما روز به روز از اون شادی ها و ساپورت های روحی و احساس پر بودنمون یه جورای خالی تر میشیم. دقیقا مثل این که ما بهترین رامون و بهترین درآمد رامون، بهترین خوراک پختن رامون، بهترین فیلم دیدن رامون و اینگار یه جوری تنها داریم تجربه، و این تنهایی اصلا به ما اون حس حال خوب رو نمیده. یا اینکه مثلا خیلی قبل تر ها تا حتی 20-30 سال پیش کمتر بچه ها حاضر میشدن پدر مادرشون رو بذارن خانه سالمندان، یا مثلا خب بریم عقب‌تر 50 سال پیش دید و بازدیدایی که مثلا آخر هفته ها تو ایران پنجشنبه جمعه و روز تعطیلی افراد خانواده با هم داشتن، به پدر بزرگ مادر بزرگا سر زدن، عروس و دامادا اصلا حالا با خانواده همدیگه سر زدن، ولی الان ما دیگه اون چیزها رو نمیبینیم. فقط چیزی که میبینیم چشم هم چشمیه، یعنی ما اگر هم افراد میرن همدیگه رو ببینن، جاری میره به اون یکی نشون بده که من این دفعه چقدر اصلا طلام چقدر از تو بیشتره، اون یکی حالا از درآمدش رو به روح اون طرف مقابلش بکشه، و واقعا جهان داره به یه سمتی میره که عاطفه داره از بین میره. یعنی ما حتی بعضیا هم میگن که مثلا خب اگه دیدی طرف خور افتاده زمین، سعی نکن دستشو بگیری بلندش کنی، یه تیپ هم تو بزن تا بره فروتر بره و نفاید، چون اگه دستی کسی رو بگیری دیگه. نمیگن که چه تبلیغاتی داره میشه که بشر رو اون سمت بره، و چقدر فکر نمی کنم افراد به نوعی و به تنهایی دوست داشته باشن که توی دنیای خالی از مهر و عاطفه و عشق زندگی کنن. منتها به قول شما اینقدر تبلیغات در این زمین ها وسیع داره صورت میگیره که امیدوارم که آینده بشر دیگه بدتر از اینه که در حال حاضر هست نشه. خیلی نگران کننده است بانو افسانه، و خیلی مهمه که ما از تمام امکانات زندگی مدرن استفاده کنیم، ولی به همه آنچه که به ما میخوام بقبولونن و بخورونن تن در ندیم. این موضوع بسیار مهمه که اندیشه کنیم، که خردمند باشیم، بدونیم چه قسمتهایی رو تا کجاها رو ما میخوایم استفاده کنیم بنا به فرهنگمون، و چه قسمتهایی حرکت بر خلاف جریان آب، در واقع چه قسمت هایی رو باید در اون جهات حرکت نکنیم و نگذاریم ما رو هر جوری دلشون میخواد بازی بدن، بازیگران پشت پرده ای که از همه اینها مستقیم و غیر مستقیم به طور کوتاه مدت و بلند مدت در برنامه‌ریزی هاشون سود خواهند برد. کاملا درست. دوستان بازم بهتون از اون خواهش میکنیم که در شیر و نشر این برنامه ها با ما همکاری داشته باشیم. برنامه های مفیدیه. دکتر آرتمیس تلاش میکنه این مسئله رو جمع آوری میکنه و با شما دوستان به اشتراک میذاره، صحبت میکنه، و ما هم از شما توقع داریم که این برنامه ها رو با همدیگه به اشتراک بذاریم برای دوستان در کانالایی که دارین، جاهایی که عضو هستین، تا انگیزه بیشتری برای بانو آرتمیس به وجود بیاد که بتونیم برنامه ها رو ادامه بدیم. سپاس از حضور بانو آرتمیس. خیلی من که خیلی استفاده کردم. امیدوارم که برنامه بعدی رو باز هم بتونیم در یه شرایطی، یعنی با توجه به همین مسائل، ادامه بدیم. و سپاس از این که حضور پیدا کردی بعد از یه مسافرت. میدونم که روزایی داشتی که خارج از کشوری بودی که تو زندگی میکنی. سپاس از شما بانو افسانه گرامی، و امیدوارم که همه بینندگان اگر که این برنامه ها رو میپسندن در کانال رنسانس ایرانی برنامه های دیگه همون رو ببینن و با دوستان آشنایانشون گسترش بدن. سپاس از همگی و بدرود. جاوید شاه، پاینده ایران. بدرود.